به نام خدا. سلام و عرض احترام خدمت همه شما دوستان گرامی. توی فضای مجازی یک کلیپ دیدم در مورد حرفای امام خمینی بود که آقا امام خمینی داره میگه انرژی خورشیدی مسخره است، داره شاه و مسخره میکنه بابت استفاده از انرژی خورشیدی. میگه آقا تو مثلا نمیتونی فلان کار رو انجام میدی، حالا میخوای از انرژی خورشید استفاده کنی؟ این آقا میگه که باید از چیز خورشید ما چیزی باید تو چراغ نفتی رو همچنی روشن کنی، شما خود از خورشید قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقفال مردم است. تمام این صحنه سازی هایی که دارن میکنن برای این است که این مکه رو نگهش دارن. و میگن امام خمینی با این حرفا یعنی بی سواده، در حالی که اینا دارن بیشرافتی میکنن. اصل مطلب رو نیوردن، اول کلیپ رو تقطیع کردن، برش دادن، حذفش کردن، اصل حرف امام رو نیوردن. امکان که معلومه اینا میخوان که تمام مخاجر ما را ببرن و این ملت بیچاره بعد از اینکه نفتش رفت و منابعش از بین رفت بعد چه باید بکنه؟ خدا میدونه چه باید بکنه. این آقا میگه که باید از چیز خورشید ما چیز بیم باید تو چرا نفتی رو هم توی روشن کنی، شما خود از خورشید قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقفال مردم است. تمام این صحنه سازی هایی که دارن میکنن برای این است که این مکه رو نگهش دارن اونها با قدرت های خودشون. اصل حرف امام خمینی این بوده که شاه داره نفت رو میده مثلا به غربی ها، اونا دارن نفت ایران رو استعمار میکنند. خب دیگه محمد رضا پهلوی زمانی که پدرش رو اخراج کردن از ایران، رضا شاه رو از ایران اخراج کردند، با اجازه انگلیس و آمریکا و اینها اومده روی کار. اگر اونا اجازه نمیدادن محمد رضا پهلوی شاه نمیشد. خب بالاخره شاه تو دست خودشون بود، نفت ایران هم استعمار میکردن و شاه میخواست با این حرفا که ما از انرژی خورشید استفاده میکنیم، نفت میخوایم چیکار، با این حرفا میخواست مردم رو گول بزنه. همونطور که با استدلالهای عجیب غریبش بحرین رو داد رفت، گفت بحرین دیگه صرفه اقتصادی نداره، ذخایرش داره تموم میشه، نفت نداره، نمیدونم مروارید نداره، واسه همین دیگه نمیصرفه ما داشته باشیمش. ردش کرد رفت بحرین، از ایران جدا شد. حالا همون استدلال ها رو داشت برای استعمار شدن نفت ایران و امام خمینی اینجا داره مردم آگاه میکنه، میگه آقا ما نفتمون رو دارن به استعمار میبرن، از همین نفت هم استفاده نمی کنیم. بعد این آقا داره از انرژی خورشیدی دم میزنه، انرژی خورشیدی که هنوز که هنوزه سال 2024 توی اروپا هم به صورت فراگیر نیست. مگه ندیدیم در جنگ روسیه و اوکراین که روسیه گاز رو روی اروپا قطع کرد و اروپایی ها رفتن از جنگل هیزم می آوردن، روی به زغال سنگ آوردن. خب اگر انرژی خورشیدی داشتن استفاده می کردن. پس ببینید حرفای شاه برای فریب مردم بوده که نفت رو بذاره استعمار کنند غربی ها و بگه آره ما از انرژی خورشیدی استفاده می کنیم، در حالی که امام خمینی اومد و داشت به مردم گوش زد می کرد که فریب این حرفا رو نخورید. در واقع امام خمینی زرنگ بود، امام خمینی فهیم بود، می فهمید ماجرا چیه. ولی الان میان کلیپ منتشر میکنند، حرفای امام رو بخشش رو حذف میکنند و منتشر میکنند که بگن امام بی سواد بوده. این اوج بی شرافتیه. آقا شما مخالف سیاسی هستی، خب شرافت داشته باش، درست کار رسانه‌ای کن، نه اینکه سر و ته یه چیزو حذف کنی بعد یه مقدارشو بیاری مسخره کنی که امام هیچی بلد نبوده، امام بی سواد بوده، در حالی که امام خیلی هم با سواد بوده، خیلی حکیم بوده، باهوش و زرنگ بوده، این چیزا رو میفهمیده. امیدوارم که مطلب مفید بوده باشه. باید حواسمون باشه توی فضای مجازی هر چیزی دیدیم سریع باور نکنیم، یه تحقیق کوچولو همه چی رو روشن میکنه دیگه، تحقیق و بررسی و سرچ و اینا آسونه، مثل گذشته نیست، یه لحظه توی گوگل سرچ میکنی همه چی میاد بالا. امیدوارم که مطلب براتون مفید بوده باشه. اگر خوشتون اومد لطفاً شما هم منتشرش کنید، افراد بیشتری آگاه بشن. دم همتون گرم. یا علی، خدا نگهدار.